سرخط خبرها و مهمترین ها، آمار تلفات انفجار در قندهار به 20 کشته و دست کم 30 زخمی رسید. طالبان در صورت تکرار حملات پاکستان جلو واکنش جنگجویان ما را گرفته نمیتوانیم. یک زن در پکتیکا همسرش را در هنگام افطاری به قتل رساند. و همچنان در پایان، پس از حادثه دیروز سقوط امارات طالبان قطعی شده است. در ادامه، شب زندگی طالبان چه بلای بر سر شادی آوردن. مشروع خبرها، منابع مالی میگویند که در پای حمله انتحاری در مقابل نمایندگی کابل بانک در قندهار دست کم 20 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. منابع به روزنامه 8 صبح تایید میکنند که این انفجار حوالی ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 2 عمل در مربوطات نواحی اول شهر قندهار رخ داده است. هرچند طالبان تا اکنون به گونه رسمی درباره نوعیت انفجار در قندهار چیزی نگفتند، اما منابع مالی میگویند که این انفجار ناشی از حمله انتحاری بوده است. با گفته منابع، این انفجار در میان تجمع جنگجویان طالبان که برای اخذ تنخواهشان به کابل بانک مراجعه کرده بودند صورت گرفته است. منابع تصریح میکنند که شماری از غیر نظامیان که برای پرداخت قبض پاسپورت هایشان تجمع کرده بودند نیز در پی این رویداد کشته و زخمی شدند. با این حال مقام های ملی طالبان گفتند که در پی انفجار 3 تن جان باخته و 12 تن دیگر زخمی شده است. اسدالله جمشی سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در قندهار گفته که تا اکنون نوعیت انفجار مشخص نشده است. هنوز هیچ گروه مسئولیت انفجار را بر عهده نگرفته است. این انفجار در حال صورت گرفته است که طالبان در حال برگزاری یک نشست امنیتی به رهبری ملا شیرین والی آن ولایت بودند. طالبان در صورت تکرار حملات پاکستان جلو واکنش جنگجویان ما را گرفته نمی‌توانیم. مالی خان صدیق معاون رئیس ستاد ارتش طالبان در واکنش به حملات اخیر پاکستان بر بخش‌های از ولایت‌های پکتیکا و خوست می‌گوید که در صورت تکرار حملات جلو واکنش جنگجویانشان را گرفته نمی‌توانند. مالی خان این اظهارات را در ولایت پکتیا مطرح کرده است. او میگوید ما طرفدار جنگ نیستیم، اما اگر به گوشه‌ای از خاک ما تیراندازی شود نیروهای ما بی تفاوت نمانده و پاسخ فوری به آن خواهد داد. ارتش پاکستان بامداد سه شنبه هفته روان بر بخش‌های از ولایت‌های پکتیکا و خوست در شرق کشور حمله کرد. یک زن در پکتیکا همسرش را در هنگام افطاری به قتل رساند. منابع محلی میگویند که یک زن در ولایت پکتیکا همسرش را با کوبیدن چوب بر سرش به قتل رسانده است. منابع تایید میکنند که نویدا شامگاه چهارشنبه یک عمل در سایه کوتوال از مربوطات شهر شرن رخ داده است. با گفته منابع، این زن پس از مشاجره لفظی با همسرش در هنگام افطاری او را به قتل رسانده است. این مرد باشنده اصلی روستای مشخیل ولسوالی یوسفخیل ولایت پکتیکا بود و در مرکز این ولایت زندگی میکند. طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. تنش‌ها با پاکستان نشان می‌دهند طالبان قابل اعتماد نیست. جان بولتون مشاور امنیت ملی حکومت ترامپ میگوید که تنش‌های اخیر میان طالبان و پاکستان نشان می‌دهد که طالبان به هیچ صورت قابل اعتماد نیستند. او گفت که بخش از این تنش‌ها در منطقه قابل پیش بینی بودند. جان بولتون از منتقدان سر لهجه طالبان است و بازگشت این گروه به قدرت را نتیجه اشتباه اعتماد بر طالبان و خروج آمریکا از افغانستان می‌داند. او در یک کنفرانس درباره سیاست خارجی بعدی ترامپ در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر بر صحبت میکرد. بولتون در پاسخ به سوال عارف یعقوبی گفت تنش‌های کنونی در منطقه نتیجه اشتباه استراتژیک جو بایدن به خاطر اتکا به وعده‌های طالبان بوده است. او افزود که با بازگشت طالبان یعنی گروه‌های مختلف تروریستی این کشور را مکان امنی برای خود یافتند که در کوتاه مدت و دراز مدت برای منطقه و امنیت جهانی خطرناک خواهد بود. طالبان در واکنش گفته که گروه‌های تروریستی خارج در افغانستان حضور ندارند و طالبان به هیچ گروه اجازه حمله از خاک افغانستان به کشورهای همسایه را نمی‌دهد. با این حال پاکستان گفته است که پس از سقوط دولت پیشین حملات شبه نظامیان پاکستانی از خاک افغانستان بر نیروهای امنیتی پاکستان ده‌ها برابر افزایش یافته است. بولتون گفت که چین رابطه خود را با طالبان گسترش داد و این نشان می‌دهد که چین منافع و نفوذ آمریکا در منطقه را به خطر انداخته است. شب از زندگی طالبان چه بلای بر سر شادی آوردن؟
افغانستان به عنوان غمگین‌ترین کشور جهان امسال نیز نمی‌تواند نوروز را جشن بگیرد، چون طالبان آن را غیر اسلامی می‌دانند. در افغانستان زیر سلطه طالبان تنها از این گروه و ملاهای وابسته به آن به معنای واقعی کلمه شادن و سرمست. بقیه فقط سعی دارند شب روزشان را سپری کنند و اگر فرصت برای بیرون شدن از کشور فراهم شود بیدرنگ خارج خواهند شد. امید به پایین ترین سطح خودش رسیده و چیز به نام زندگی در واقع تنها برای طالبان لذت بخش و رویایی است. پیشتر مردم حتی آنان که در آغاز با طالبان همدل و همرای بودند احساس یأس و ناامیدی میکنند و زندگی حتی همان زیبایی و لذت نیمبند دوران به اصطلاح جمهوریت را ندارند. اول شاد نیستند و لذت نمیبرید. در واقع زندگی نمیکنید. اگر چیزی را که در افغانستان زیر کنترل طالبان جاری و ساری از زندگی بنامیم، به زندگی توهین کرده ایم. آنچه این گروه بر ما تحمیل کرده نسخه مایی از زدایی شده از زندگی است که جاگزین زندگی واقعی شده است. این را می توان شب زندگی خوان که مردم در آن تنها نقشه‌ای را اجرا میکند که طالبان به آنان دادند. در این نوع زندگی ترس از مرگ همیشه حی حاضر است. کار اصلی دستگاه سیاسی ایدئولوژیک طالبان نهادی نکردن هر چه بیشتر ترس از طریق بازتولید بی پایان آن است. یک دستگاه عظیم تبلیغاتی با پشتوانه کلان اقتصادی سیاسی به وقفه کار میکند تا ترس را در مردم زنده نگه داشته و چه بسا که بیش از پیش ترویج و تقویت کند. این دستگاه تبلیغاتی هم عرصه های زندگی را در نوردیده و در خصوصی ترین لحظات مردم نیز حضور خودش را تثبیت کرده است. از خانواده، مدرسه دینی، مکتب و دانشگاه گرفته تا رسانه ها و شبکه های اجتماعی، همه جا حضور مسموم کننده و مرگبار این دستگاه تبلیغاتی را می توانید ببینید که با ریکار آمدن دوباره طالبان از قدرت و امکانات غیر قابل تصور برخوردار شده و بیشتر از پیش به کار تعمیق و ارعاب می پردازد. محصولات این دستگاه عظیم با تولید ترس حتی در یک خانه دورافتاده روستایی نیز یافت می شود. در این خانه محقر و غریبانه اگر چیزی نتواند پیدا کرد، حتما منظره مرگ از کتاب های مورد علاقه ملاها را می توانید بیابید. کتابی که طالبان نیز مردم را تشویق می کنند آن را بخوانند تا ترس از سرنوشت فاجعه باری که در جهان موعود اسلامیست ها ممکن است داشته باشند آرامش خاطر در این جهان با آنان نگذارد. برای رسیدن به آن زندگی موعود باید در جهان فانی کافی زجر و عذاب بکشید تا به امت مورد نظر طالبان بدل شوید و به این ترتیب در آن جهان در کنار حور و غلامان زندگی ریال داشته باشد. یکی از راه‌های رسیدن به این زندگی انتحار است که طالبان و بقیه اسلامگرایان با آن عملیات استشهادی میگویند. این گروه با افتخار اعلان میکند که هم اعضایش انتحاری هستند و آمادند برای رسیدن به آن زندگی موعود خودشان را بترکانند. ایدئولوژی طالبان با مرگ، ترس و ترور عجین شده است. در این ایدئولوژی جای برای شادی در معنای معمول و پذیرفته شده اش نیست. شما تا زنده اید باید جهاد و عبادت کنید و این عبادت حتی در لحظه های شاد زندگی هر فرد مؤمن و مسلمان حی حاضر است.